نگاه بر روز نخست نشست دوحه. نتانیاهو بار دیگر با بررسمیت شناسی کشور فلسطینی مخالفت کرد. مرکز خبرنگاران خواستار رسیدگی به نگرانی های رسانه های افغانستان در نشست دوحه شد و حادثه که پوست را از بدن 35 میلیون افغان جدا ساخت. مشروع خبرها نخستین در نشست دوحه با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد شام دیروز در هتل 4 فصل دوحه آغاز شد. از سوی هم منابع میگویند که نشست های اصلی میان نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان امروز برگزار خواهد شد. به گفته منابع، 3 نشست کاری میان نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان برگزار خواهند شد که نخست دبیرکل سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد و در پایان روز نمایندگان ویژه کشورها با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز یک نشست 2 ساعته خواهند داشت. لطف‌الله نجفی‌زاده، متران مهران، شاگل رضایی و محبوب سراج به نمایندگی جامعه مدنی افغانستان در این نشست حضور دارند. این نشست دو روزه با چشم انداز بیرون کشیدن افغانستان از چرخه بحران است. آنتونیو گودریج دبیرکل سازمان ملل در کنار نمایندگان دستکم 25 کشور با هیئت‌هایشان در هتل 4 فصل دوحه حضور دارند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان به عموم میگوید که انتظار می‌رود این نشست به بهبود شرایط افغانستان کمک کند. او میگوید هر ابتکاری که سازنده باشد کمک کند با ثبات و امنیت و همبستگی مردم افغانستان. جمهوری اسلامی ایران از آن حمایت میکند. امیدوار هستم اجلاسی که در دوحه تشکیل میشود بتواند کمک کند به بهبود شرایط در افغانستان. نتانیاهو بار دیگر با بررسمیت شناسی کشور فلسطینی مخالفت کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که با بررسمیت شناسی یک جانبه یک کشور فلسطینی مخالفت میکند. او در یک نشست کابینه اش گفت که این کشور تعمیل ایجاد یک کشور فلسطینی را نخواهد پذیرفت. او تاکید کرد که هر گونه ایجاد یک کشور فلسطینی باید با مذاکرات طرف‌ها صورت بگیرد. با این حال برخی از کشورها جمله چین ایجاد دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را تنها راه حل برای پایان جنگ غزه و ثبات در خاورمیانه می‌دانند. روز گذشته وزیر خارجه ایالات متحده در نشست امنیتی مونیخ تاکید کرد که اسرائیل از این فرصت برای ادغام در خاورمیانه و ایجاد روابط خوب با کشورهای عربی استفاده کند. مرکز خبرنگاران خواستار رسیدگی به نگرانی های رسانه های افغانستان در نشست دوحه شد. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار رسیدگی به نگرانی های رسانه کشور در دومین نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان با میزبانی آنتونیو گودریج دبیرکل سازمان ملل در دوحه شده است. مرکز خبرنگاران روز یکشنبه با نشر اعلامی از حضور یکی از اعضای جامعه رسانه کشور در نشست دوحه ابراز خرسندی کرده است. شیوای شرق تا این جای کار گفته می شود که نماینده جمهوری اسلامی ایران در مقابل طالبان و دهشت افغانان در دوحه تشریف دارد. نمی دانم دیار حافظ و سعدی را چه شده است؟ تلاش جمهوری اسلامی برای برهم زدن نشست دوحه. بر اساس تازه‌ترین خبرها از دوحه ایران می کشد با سنگ‌اندازی طرح ملل متحد برای آشتی ملی افغانها را مختل کند. منابع گفتند ایران مخالف تعیین نماینده ویژه ملل متحد است و تصور میکند این اقدام نفوذ این کشور را در افغانستان کاهش و نفوذ آمریکا را افزایش میدهد. خبرنگار نظامی افغانستان اینترنشنال به دوحه از حسن کاظمی قومی فرستاده جمهوری اسلامی برای افغانستان پرسید که شما متهم به برهم زدن نشست دوحه هستید. او پاسخ داد جمهوری اسلامی کار میکند که به نفع مردم افغانستان باشد. ایران، روسیه و چین گفتند اگر طالبان نماینده ویژه را قبول کند ما هم قبول میکنیم. یک دیپلمات غربی به خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفت در جلسه ای که با حضور دبیرکل ملل متحد به شدرهای بسته جریان داشت نمایندگان ویژه ایران، روسیه و چین گفتند اگر طالبان نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان را قبول کند ما هم قبول میکنیم. طالبان در مورد چیزی نگفتند. مثنوی خوانی در پنجشهر، سنت فرهنگی پسندیده یا افیون جامعه؟ در افغانستان قبل از جنگ مردم پنجشهر شبهای دراز و سرد زمستان را با کتابخانی کوتاه می‌کردند. در آن زمان اغلب مردم پنجشهر از طریق کشاورزی و دامداری روزگار می‌گذراندند و از این رو در فصل زمستان مطلقاً فارغ البال می‌بودند و فرصت کافی برای شرکت در مجالس کتابخانی در اختیار می‌داشتند. مثنوی معنوی، شاهنامه فردوسی، اسکندرنامه، نظامی گنجوی از جمله کتاب‌هایی بوده که در آن شب‌ها خوانده می‌شده است. معمول بوده که 2-3 نفر به سبک مخصوص خود چند بیت از این کتاب‌ها را با خوش‌آوازی می‌خواندند و سپس یکی از اشخاصی که بر تفسیر متون کلاسیک فارسی تسلط داشته به شرح و بسط آن ادبیات می‌پرداخته است.
گاهی تفسیر و شرح این متون تا نزدیک صبح بدرازا می کشیده. در آن زمان آموزش سینه به سینه یگانه روش آموزش بوده و اکثریت مردم به بهره از سواد خواندن و نوشتن بودند و مهمترین منبع تغذیه فکری آنان همین مجلس کتابخوانی بوده است. هنوز هم افراد در جامعه پنجشیر حضور دارند که بخشی از مثنوی شاهنامه یا اسکندرنامه را از بر کردند یا داستانهای از این کتابها را به خوبی بیان میکنند. حالان که حتی بهره اندکی از سواد ندارند، پیشوایان مذهبی در آن روزگاران غالباً با متون کلاسیک فارسی آشنایی کافی می‌داشتند و اگر ملای به این متون دمخور نمی‌بوده، محل طعن و عیب‌جویی مردم قرار می‌گرفته است. مثنوی و شاهنامه در میان مردم پنجشیر از مقام والای برخوردار بوده است. در سالهای اخیر اطلاع یافته‌ایم که برخی از ملاهای تصوف ستیز و سلفی مشرب با قصد طعن و لعن مردم پنجشیر مثنوی مولانا جلال‌الدین بلخی را قرآن پنجشیری ها می نامند. در سالهای اخیر تلاش های صورت گرفته تا دوباره سنت مثنوی خوانی و شاهنامه خوانی احیا شود و رونق بگیرد. از مجالسی که در قدیم برگزار می شده جزئیات زیاد در اختیار ما قرار ندارد، اما در مورد محافل کتابخوانی در سالهای اخیر آگاهی ما بیشتر است. مهمترین نقدی که بر این کتابخوانی ها غالبا مثنوی خوانی می توان وارد کرد این است که شارحان مثنوی و شاهنامه در این محافل اشراف زیاد بر متون ندارند و نیز از منابعی که در چند دهه اخیر راجع به شرح این متون در جامعه فارسی زبان به نگارش درآمده یا از زبانهای دیگر ترجمه شده استفاده نمی کنند. غالبا تفسیر این افراد از متون کلاسیک تفسیر ذوقی و لامنتظب است و حضور چندان به مخاطب نمی رساند و بدرستی معانی این کتابها را به شرکت کنندگان در این جلسات باز نمی کند. از آن گذشته شارحان این متون بیشتر از آن که به شرح متون بپردازند آن را دستاویزی می‌سازند تا تصورات و دیدگاه‌های کم‌مایه و سخیف خود را در ذهن عوام تزریق کنند و بیشتر وقت را صرف آشعروی می‌کنند. با توجه به این مسائل ما نباید از این قبیل موافق توقع زیاد داشته باشیم. سنت کتابخوانی در شب‌های زمستان اگر سنت پسندیده هم باشد، اکنون به شکل درآمده که ثمره‌ای از آن به دست نمی‌آید. نکته دیگر که شایسته یادآوری است این است که سنت کتابخوانی در گذشته ها که افراد باسواد در جامعه کم شمار بودند و همچنین کتاب در دسترس عموم مردم قرار نداشت، می توانست به بعضی از نیازهای فرهنگی آن زمان پاسخ دهد، ولی اکنون که کتابهای مفید و مطابق نیازهای روز در هر زمینه وجود دارد، لازم است مردم تشویق به مطالعه کتابها و نوشتارهای مفید و باب روز شوند و انرژی خود را به کارهای مهمتر از این نکنند. نباید این موضوع را از یاد برد که در متون کلاسیک فارسی پاره ای از آموزه‌های جا خوش کرده که به هیچ صورت برای انسان امروزی به کار نمی آید، که هیچ بلکه ممکن است زهر حلاحل باشد و زندگی انسان‌ها را مختل کند. طبعا آنان که در مجالس عمومی به گلگوشایی مثلا معضلات مصنوعی معنوی دست می زنند، هرگز به خود اجازه نمیدن اقرار کنند آموزه های غلط هم در این کتاب وجود دارد، چون این شاعران از استقلال فکری و تفکر انتقادی برخوردار نیستند و با این متون به حیث متون مقدس برخورد میکنند.